قسمت اول از این آموزش میخوایم در مورد مفاهیم ابتدایی و یا پایه نتورک صحبت بکنیم. جدا این که حالا ما میخوایم CCNA یاد بگیریم یا تو هر رشته تو نتورک فعالیت بکنیم، این مفاهیم هم که تغییر نمی کنن. باید تقریبا تمام این موارد رو کامل بدونیم. اول از همه میخوایم یه تعریف از نتورک ارائه بکنیم. طبق تعریف میگه نتورک یعنی دو یا چند کامپیوتر و دیوایس که به هم متصلن. برای چی؟ برای اینکه میخوان از منابع مشترکی استفاده بکنن. حالا همین منابع رو وقتی میخوایم باز بکنیم، این منابع میتونه دیتا باشه. دیتا مثل فایل، فولدر. یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض بکنید که من یک فایلی دارم، میخوام این فایل رو به صورت اشتراکی با همکارم استفاده بکنم. به جای اینکه بذارم رو فلش ببرم بهش بدم، میتونم اینو توی نتورک استفاده بکنم. میتونه هاردور باشه، مثل پرینتر. مثلا به جای اینکه من برای هر دستگاه یه پرینتر جدا بگیرم، میتونم با استفاده از یه پرینتر و اشتراک گذاریش بین تمام اعضای نتورک هم از اون پرینتر به صورت مشترک استفاده بکنیم. یا میتونه سرویس باشه، مثل اینترنت. من لزومی نداره برای هر دستگاه اینترنت جدا بگیرم، میتونم یک سرویس اینترنت رو بین تمام اعضای نتورک هم پخش کنم. تو قسمت بعدی کانکتد بودن رو میخوایم ببینیم یعنی چی. قبل از اینکه شبکه به این صورت وجود داشته باشه، هر کامپیوتری زمانی که میخواست یک اطلاعاتی رو منتقل بکنه، کاری که میکنه میریخ رو دیسکت، میداد به دستگاه بعدی. بعد گفتن خب چه کاریه که ما بخوایم اینطوری کار بکنیم؟ میایم این دوتا رو مستقیم به همدیگه وصل میکنیم. در نهایت قرار همون سیگنال های 0 و 1 رو منتقل بکنیم. تا اینجا مشکلی نبود. مشکل از اونجا پیش اومد که کامپیوتر سوم اومد. کامپیوتر سوم باید بین با کامپیوتر اول و دوم ارتباط برقرار میکرد. کامپیوتر چهارم هم باید با تمام کامپیوتر شبکه ارتباط برقرار میکرد. این یه شکلی از حالتیه که 5 تا کامپیوتر میخوان با همدیگه ارتباط داشته باشن. بعدا میبینیم که به این مفهوم این نوع شبکه‌ها مش گفته میشه. خب این مشکلاتی داشت ایجاد میکرد، چون شبکه های مش یا این تیپ شبکه چند تا ایراد دارن. یکی از اون ایراد ها اینه که راه اندازیشون خیلی سخته. مقدار کابلی که دارن استفاده میکنن یک بحث دیگه است. ولی یه مزیت خیلی بزرگ داشتن. مزیت این بود که هیچ وقت به علت قطع بودن یه لینک تو این شبکه من از کار نمیافتاد. یعنی فرض کن اگه این کامپیوتر A بخواد با کامپیوتر B ارتباط داشته باشه، اگه این لینک قطع بشه میتونست از یه مسیر دیگه ارتباط داشته باشه. یعنی همیشه این شبکه بهش میگیم یک شبکه ریلایبل یا یک شبکه قابل اطمینان. خب بعد ببینیم که تو شبکه که 10 تا کامپیوتر داره، این ریلایبلیتی یا این قابل اطمینان چقدر برامون اهمیت داره. من اگه 10 تا کامپیوتر داشته باشم، ترجیح میدم که این همه خودمو درگیر کیبلینگ بکنم، درگیر کابلکشی کنم، یا اینکه اگه مثلا بین دو شبکه دو تا کامپیوتر قطع شد، ارتباطشون قطع بشه تا من برم درستش بکنم. یعنی میخوام بگم این ریلایبلیتی شبکه مش توی نتورکی که داخل یه شبکه محلی لن میخوایم ازش استفاده بکنیم، عملا برای ما کاربردی نداره. ولی از مفهوم مش بعدا میتونیم توی سطح کور اینفراستراکچر جاهایی مثل اینترنت بهره ببریم. یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض بکنید من توی اینترنت از دیوایس هایی که حالا بعدا میشناسیم به اسم روتر استفاده میکنم. خب اینجا برای من اهمیت داره اگه بین این دو تا روتر ارتباط قطع شد، مثلا ارتباط یک طرف کشور با یک طرف کشور قطع نشه. برای من مسیرهای پشتیبان یا مسیرهای موازی برام اهمیت پیدا میکنن. ولی تو بحث لن وقتی داشتیم صحبت میکردیم به این نتیجه رسیدن در نهایت که میگن که ما میایم یه کار دیگه میکنیم. ما یه کابلی به اسم بکبون رو به عنوان هسته اصلی نتورکمون در نظر میگیریم و بعد هر کدوم از دیوایس ها رو بهش وصل میکنیم. حالا وقتی این کامپیوتر یه سیگنالی میفرسته به فرض، این سیگنال در طول بکبون ادامه پیدا میکنه به این کامپیوتر و این کامپیوتر و این کامپیوتر میرسه، در نهایت به اون کامپیوتری که به فرض باید برسه هم رسیده.
این شبکه مشکلی داشت. یه مشکل این بود که زمانی که این سیگنال میرفت و به انتهای بکبون برخورد میکرد، برگشت پیدا میکرد. حالا فرض کن این سیگنالی داره میاد که داره با یه سیگنال دیگهی که از این کامپیوتر میاد برخورد میکنم. به این مشکل میگفتن اون زمان سیگنال باونس. برای اینکه مشکل رو حل کنن، اومدن از یه دیوایس یه مقاومتی به اسم ترمینیتور استفاده کردن. ترمینیتور هیچ چیز خاصی نبود، یه مقاومتی بود که انتهای بکبون بسته میشد که زمانی که سیگنال رو دریافت میکنه، این سیگنال رو همونجا کیل بکنه، بکشدش، از بینش ببره. یه ایراد دیگه ای که وجود داشت، من البته باید کمی بیشتر با اگه بخوام اینا الان خیلی تاریخ حساب میشه چون دیگه شبکه ها از این نوع رو دیگه ما نمیبینیم، ولی به این صورت بود ابتدا که هر کامپیوتری یک کارت شبکه ای داشت که بهش میگفتن کارت شبکه ای که تیکانکتور بود انتهاش. این تیکانکتور چی کار میکرد؟ کارش این بود که مثلا این کامپیوتر من وقتی یه تیکانکتور داره، من یه کامپیوتر دیگه هم داشته باشم یه تی کانکتور داشته باشه، من اینو وصل میکنم به این تی کانکتوره. یعنی عملا این اتفاق اینطوری داره میفته و یه کامپیوتر دیگه وصل میشه به این. در انتها اگه اینجا میخوام بکبونم ببندم چیکار میکنم؟ با یه ترمینیتوری که این انتها بسته میشه اون رو میبندم. کابلایی هم که استفاده شد کابلای کوکسیال بود، مثل کابلای آنتن تلویزیون. اینو تا اینجا نگاه بکنید. یه مشکل دیگه ای تو این حالت وجود داشت که احتیاج شد این شبکه‌ها ریوایز بشن. این شبکه‌ها رو اسمشو گذاشتن شبکه‌های باس. شبکه‌های باس ایرادی که توش به وجود میاد بود که در صورت قطعی قسمتی از بکبون من، این شبکه کلاً از کار میافتاد، به دو تا سگمنت مجزا تقسیم میشد. اومدن فکری که کردن، گفتن بیایم دو مدل شبکه داشته باشیم، تین اترنت و تیک اترنت. یعنی تو این حالت اگه ارتباط بین این دو قطع بشه، عملا شبکه من دو قسمت بشه از کار میفته. اومدن گفتن ما بیایم بکبون رو جدا بکنیم از اون اتصال بین اینها، یعنی هر کامپیوتر جدا بیاد به بکبون متصل بشه. چرا؟ برای اینکه اگه اتفاقی توی یکی از این اتصالا بیفته، فقط ارتباط همون کامپیوتر با بکبونه که قطع میشه. دقت بکنید اصلا روال شبکه‌ها که میریم جلو با هم میبینیم یه روال تکاملیه. یعنی اینکه یه مشکلاتی وجود داشت، اومدن بابتش یه کاری کردن که یه شبکه‌ای به وجود اومد، تو اون شبکه به مشکلاتی خوردن، دوباره اینا رو ریوایز کردن، بازنگری کردن، اون مشکلات رو هم هی حل کردن و این هی داره ادامه پیدا میکنه. خب پس این قسمت تا اینجا حل شد. همزمان دو تا تیم مختلف اومدن در مورد شبکه باس بازنگری کردن. یه تیم اومد گفت من همون بکبونی که قراره داشته باشم رو میارم، انتهاشو وصل میکنم به هم و کامپیوتر رو به اون وصل میکنم. عملا با این کار شبکه های رینگ ایجاد شد. و چه مشکلی رو برطرف کرد؟ ما بود که مشکل سیگنال باونس و استفاده از ترمینیتور رو تو این شبکه ها نداریم. از یه طرف دیگه هم یه تیم دیگه هم که داشت کار میکرد اومد اینطوری نگاه کرد، گفت ما تو شبکه های باس یه بکبونی داریم و قرار هر دستگاه با اون وصل بشه. خب چه اتفاقی میفته اگه من بیام این بکبون رو تو یه دیوایس کوچیک‌تر نگه دارم؟ چه مشکلی رو این قسمت حل کرد؟ مشکل دقیقا همونه. مشکلی که حل کرد این بود که ترابل شوتینگ تو شبکه های باس به شدت سخت بود. فرض کنید من اگه میخواستم یه ساختمونی رو بیام شبکه کنم با شبکه باس، باید یه بکبونی مینداختم تو کل ساختمون بیچرخ خودم. حالا فرض کنید یه اتفاقی توی این بکبون میافتاد، پیدا کردن این اتفاق و تعویض این بکبون به این سادگی ها انجام نمیشد. ولی این شبکه هایی که به این طریق ایجاد شد بهش گفتن شبکه های استار. تو شبکه های استار از یه دیوایس مرکزی استفاده میشه
به اسم هاب که ارتباط بین این هر کامپیوتر با کاپ به اون هاب وصل میشه. خب دو تا مزیت داره، یکی این که در صورتی که هر مشکلی توی کیبلینگ من رخ بده، فقط اون کامپیوتری که براش مشکل رخ داده از شبکه من بیرون قرار میگیره. و نکته بعدی این بود که ترابل شوتینگ راحت بود، در صورتی که تو بکبورد من میخواد مشکلی رخ بده، یعنی هاب من دوچار مشکل میشه، خیلی ساده تره من این هاب رو بردارم یه هاب دیگه جایگزین کنم تا اینکه بخوام در کل یه بکبونی رو از کل ساختمون جمع بکنم و تعویض بکنم. البته اگه بخوام ادامه بدم، همین ایده تو شبکه اون قسمت که شبکه های رینگ داشتن کار میکردن هم اومد، یعنی این که اومدن اونا هم گفتن که ما یه حلقه ای داشتیم، خب میاییم یه حلقه رو میذاریم داخل همون جعبهه و کامپیوترامون رو وصل میکنیم به اون دیوایس. به این دیوایس گفتن MAU، مالتی اکسس یونیت، مالتی استیشن اکسس یونیت، همچین چیزی. یعنی در واقع وقتی مثلا شما به شبکه رینگ بعدن نگاه میکردید، تفاوتش با شبکه استار رو نمیتونستید متوجه بشید، به خاطر اینکه باز هم تمام کامپیوترها به یه دیوایس مرکزی وصل بودن. حتی من اگه بخوام سیر تکامل اینا رو بهتون بگم، بعدها هم اومدن گفتن خب ما همون دیوایس مرکزی رو داریم، کامپیوترهامون هم میخوان به اون دیوایس مرکزی وصل بشن. من بیام به جای اینکه ارتباط بین اینها رو به صورت یعنی شبکه من هنوز شبکه استاره، ولی به جای اینکه بیام اینها رو با کابل به هم وصل بکنم، میام با امواج رادیویی به هم وصل میکنم. به دیوایس، به این شبکه میگفتیم وایرلس و به دیوایس مرکزیش میگیم اکسس پوینت. پس تقریبا میتونیم بگیم شبکه وایرلس هم یه جورایی به صورت شبکه استار داره عمل میکنه، فقط اون بستر ارتباطیش متفاوته. این شکل یه هابه، یه دیوایس که یه سری اینترفیس داره و هر دستگاهی به یکی از این اینترفیس ها وصل میشه. یه خوبی دیگه ای که داشت شبکه های استار، علاوه بر این ترابل شوتینگ رو راحت کرد، این بود که شبکه رو اسکیلبل کرد، قابلیت گسترش شبکه رو بزرگ کرد، بیشتر کرد. یعنی چی؟ یعنی من زمانی که یه هاب داشتم و چند تا کامپیوتر بهش وصل بود، وقتی پورت های این هاب پر میشد، میتونستم وصلش کنم به یه دونه هاب دیگه. به همین راحتی من داشتم شبکه رو به راحتی بزرگش میکردم. خب دو تا مفهوم رو میخوایم با هم ببینیم که اینا با هم چه فرقی میکنه، مفهوم لن و مفهوم ون. در اول من برای اینکه یکم قضیه رو باز کنم میگم هر دو دستبندی های شبکه هم. پس یعنی ما شبکه رو شناختیم، فهمیدیم شبکه یعنی دو چند کامپیوتر که با هم متصلن، میخوان یه سری منابع رو با هم دیگه اشتراکی استفاده کنن. لن هم یه دستبندی از شبکه است، ون هم یه دستبندی از شبکه است. میخوایم فرق بین اینا رو ببینیم. بگیم توی شبکه لن، طبق تعریف اگه من بخوام بهتون تعریف ارائه بدم، میگم لن یعنی یک شبکه محلی، Local Area Network. این شبکه محلی فرقش رو با ون که Wide Area Network، یک شبکه گسترده است، بر اساس گستردگی جغرافیایی میبینیمش. یعنی میگیم شبکه لن شبکه‌ای که عموماً محدوده به یه ساختمون دو ساختمون، ولی شبکه ون شبکه‌ای که نظر گستردگی جغرافی محدودیت نداره. به همین راحتی نمیتونیم این مفاهیم رو بشناسیم، برای اینکه مثلا من الان چند تا مثال براتون میزنم. من یه ساختمونی دارم که یه طبقهش پاله بره، تو این طبقه یه هاب میذارم و چند تا کامپیوتر رو وصل میکنم. من الان در واقع یه لند دارم. اگه بیام یه طبقه دیگر هم بخرم و چند تا کامپیوتر دیگه وصل بکنم، تا زمانی که اینا به هم دیگه وصل نشدن، من دو تا لند دارم. ولی اگه بیام این دوتا رو با هم دیگه وصل بکنم، الان همچنان من یه لند دارم. همین اتفاق توی طبقه پایین هم میفته. من در حال حاضر یه دونه لند دارم. میخوام ببینم اگه یه ساختمون دیگه بخرم دوتا کوچه اون برتر، یا نه چرا دوتا کوچه اون برتر، پنجره روبروی ساختمون قبلی، الان طبعا من دوتا لند دارم. من اگه بیام از داخل این پنجره یک کاب پرت کنم بندازم وصل بکنم به اون، من همچنان یک لند دارم، درست؟ به عبارتی من میخوام بگم که
چند تا معیار وجود داره که من بتونم بین شبکه لن و ون فرق بذارم. معیار اصلی که داریم بهش نگاه میکنیم مالکیته. من میرم مثلا پاساژ رضا یه سری دیوایس خرید میکنم، میگم مثلا من میخوام شبکه را بندازم، به هم میگه بیا این هابو بگیر، این کابلا رو بگیر، این کارت شبکه رو بگیر، برو شبکه را بنداز. من یه بار هزینه میکنم ولی این شبکه مالکیتش مال منه، دارم ازش استفاده میکنم، به کسی حقی پرداخت نمیکنم. تا اینجا هم همه اتفاق افتاد. فرض کنید یه ساختمون، این ساختمون میتونه مثلا حتی 5 تا گوشه پایین تر باشه، 6 تا گوشه پایین تر باشه. چرا؟ چون باز من میتونم برم از این کابلی که میخوام وصل کنم به جای کابل تویستد یا کابل UTP، کابل شبکه مغز به سی، به جای که از اون استفاده بکنم میتونم از کابل فایبر اپتیک استفاده کنم. کابل فایبر اپتیک تو مقایسه با کابل تویستد پر مسافت طولانی میتونن سیگنال رو بدون افت تحمل بکنن، یعنی به فرض، ولی خب اینا محدودیت داره. یعنی فرض کنید من میخوام برم توی الان این ساختمون، من تو ونکه، من میخوام بیام توی هفته تیر یه ساختمون دیگه بگیرم. خب من تو کابل کشی شهری به همین راحتی نمیتونم با فایبر اپتیک مسافتمو ببرم برسونمش به هفته تیر. اینا باید زمین رو بکنیم، عوارض شهرداری داره و همه مواردی که اینجا ممکنه وجود داشته باشه. از یه طرف دیگه هم بعضی وقتا ممکنه من میخوام مسافتایی برم، چون مسافتایی که میرن دیگه تا 70 80 کیلومتر فایبر اپتیک هم میتونه سیگنال تحمل کنه، بیشتر از اون نیست. من ممکنه مسافتای بیش از این احتیاج داشته باشم. خب میتونم یه کاری بکنم، دوباره وقتی میرم تو اون بازار رضا باهاشون مشکلامو مطرح میکنم، بهم پیشنهاد میکنه بیا شما ارتباط تو وایرلس برقرار کن. من حالا تا زمانی که با شبکه وایرلس بخوام صحبت کنم، این ارتباط رو به صورت نقطه چین نگاه میکنم، یعنی انگار یه کابل واقعا کشیدیم ولی بسترش وایرلسه. پس من از این پایین از رادیو وایرلس هم وصل میکنم به هابم، از اون طرفم همینطور. در حال حاضر میگم همچنان هم ما یک لند داریم، برای اینکه مالکیت این دیوایس ها، مالکیت این شبکه به خودمون تعلق داره. ولی ممکنه بعدا من بخوام توی اهواز دفتر بگیرم، دفتر اهواز من دیگه به این راحتی من نمیتونم وصلش بکنم، شبکه وایرلس من نمیتونه تا اهواز رو به من جواب بده، شبکه فایبر اپتیک من همینطور، شبکه تویستد پر من 100 متر میتونه بره بعدش اون سیگنال پیدا میکنه. به عبارتی اون روزی که میریم تو بازار رضا مشکل رو مطرح میکنیم، به ما میگن که ما نمیتونیم مشکلتون رو حل بکنیم، ما دیوایسی نداریم به تو بدیم این کار رو انجام بدید. نتیجه چی کار میتونیم بکنیم؟ باید بریم سراغ یکی که میتونه این کارو بکنه. کی؟ یک کسی که قبلا اثبات کرده میتونه این کارو بکنه، مثل مخابرات. مخابرات زمانی که من تلفنو برمیدارم زنگ میزنم به اهواز، یه سیرکت ایجاد میکنه، یه مدار ایجاد میکنه تا اهواز، پس یه همچین بستری آماده داره. زمانی که به مخابرات مراجعه میکنی، مخابرات میگه خیلی خوب من این کارو برات میکنم. ما یه سرویس میخریم، میان یه لینک دم در تو اهواز به ما تحویل میدن، یه لینک هم میان توی تهران به ما تحویل میدن. چرا من این شبکه رو به صورت ابر کشیدم؟ برای که من نمیدونم توش چه خبره، اصلا کاری هم ندارم توش. تا زمانی که این لینک این سر اون سر رو داره میبینه اینو به هم وصلن، از نظر من کار من داره انجام میشه. خب فقط مسئله اینجاست که دیوایس های داخل مخابرات دیگه متعلق به من نیستند. این بستر هم مجانی برای من مهیا نشده، این بستر بسته که من بابت اجاره لینک هم باید هزینه پرداخت بکنم. اینجا همچین چیزی نبود. خب دقیقا پس اینجا میتونیم ببینیم، من میتونم ارتباطم رو یه ارتباط ون ببینم، برای اینکه هم چند تا نکته، یکی بحث مالکیت، مالکیت دیوایس ها اینجا به من تعلق نداره، من بابت لینکی که برقرار کردم دارم به مخابرات هزینه پرداخت میکنم، سرعت های نسبتا پایین، شبکه ها سرعت های مختلفی دارن، 10، 100، 1000 و و و، ولی من اگه بخوام به صورت عرف صحبت بکنم، انتظار داریم داخل شبکه لنی که میریم من یه سرعت حدودا 100 مگابی پی اس رو ببینم داشته باشم، ولی زمانی که تو شبکه های ون داریم کار میکنیم سرعت به شدت پایین تره. یعنی به عبارتی مثلا چون تکنولوژی که استفاده تکنولوژی دیگه ایه، مثلا تو مخابرات روی خطوط ایوان الان سرعتی که ارائه میکنه ماکسیموم رو هر لینک 2 مگابیت پر سکنده،
خب میبینید که اختلاف داره این سرعت ها، هزینه هاش هم پایین نیست. مثلا برای یه مگ یه خط MPLS یه مگ حدودا 300 هزار تومان رو هر قبضی هزینه دریافت میکنه. پس ببینید اجاره لینکمون هم هست. پس این معیارها معیارهایی میشن که من بتونم توسطش شبکه ورن رو با شبکه لن فرق بذارم. یه معیار دیگه هم میتونم اینجا اضافه بکنم که اینجا اشاره نکردم، دائمی بودن لینک یا موقت بودن لینک. یعنی ممکنه من بخوام سرویس هایی تو ون استفاده بکنم که زمانی که استفاده دارم از شبکه لینک من وصل شش، زمانی که استفاده من تموم میشه لینک من قطع بشه، ولی ارتباط های من توی سمت لن عموما ارتباط های دائمی هست.